خب بچه ها کارمون به این مرحله رسید من گوشه ها رو دوختم و بند رو هم ببینید به این صورت حالت زب در باید قرار بگیره به این صورت این الان تا این مرحله کار ما پیش رفتش حالا میخوام دسته های کوله پشتی رو ما بدوزیم احتیاج داریم به دو تا مستطیل راهاشم در نظر بگیرید 16 در 40 سانتی متر میتونید دو رنگ در... مثلا بدوزید من اون پول پشتی آبی رو دو رنگ کردم هر کدوم از دسته ها رو یه جور یه رنگ دو تا سگک میخوام که بند دو سانت برزنتی داخلش رد بشه دو تا بند 13 سانت میخوایم به این صورت و دو تا فوم نیم سانت هم به اندازه 6 در 28 سانت ما نیاز داریم فوممون هم نیم سانتی هست خب حالا میریم برای شروع کارمون قسمتی که از یعنی یک قسمت از پارچمون رو که برای دست است به صورت زاویه قائمه نیم سانت تو میدیم یکی شو این برای بر ارتفاع رو اون یکی هم قسمت پایینه دسته کارمون رو میبرم زیر چرخ و با فاصله نیم سانت از لبه کار من این رو چرخ میکنم. به این شکل. خب. از لبه کار من این رو چرخ میکنم. هر دو تا کارمون باید قسمت بالا و پایینش... همجهت باشه یعنی اون راه پارچه همونطور که قبلا هم بهتون گفتم تو یه جهت باشه مثلا قسمت بالای دسته چرخ نشه این برای قسمت پایین دسته یه کول پشتی هست بندای پهن کول پشتی هستش این الان دوتا دسته های کول پشتی هست یا یعنی حالا اصطلاحا هم بندا بندش میشه یه جورای دیگه به این صورت نیا کنید قسمت پایینش رو من دوختم قسمت بالا که به بدنه کوله پشتی وصل میشه دوخته نمیشه فوم پلاست رو میذارم وسط کارم از بالا و پایین یک اندازه باشه از بالا از کناره هم همینطور اندازه بزنید این قسمتی که ندوختم رو اول تا میکنم قسمتی رو که نیم سانت سردوست کردم رو میارم روی اون خیلی فشارش نمیدم فوم پلاست نباید جمع شه داخل این دا پارچه قسمت بالای کار دوخته نشده و قسمت پایین کار اون نیم سانت رو من دوختم این رو حتما در نظر بگیرید حالا میبریم زیر چرخ و یه رودوزی دوباره میکنیم قسمت پایین کار تا جایی که این فوم پلاست هست تا اینجا دوخت میشه بقیهش آزاده و تا اینجا رو ما یه سرقایمی میزنیم از بالا که میدوزیم از بالا هم ما میایم از اینجا و از اول اول رو دوزی میکنیم از ابتدا میام تا اینجا تا دقیقا اونجایی که فون پلاس تموم میشه حالا میریم زیر چرخ بهتون نشون میدم ببینید اون یکی هم همینطور انجام میشه حالا برای بند هایی که داخل این دسته ها قرار میگیره بند 13 سانت رو من از قسمت اول فضای اول بند رد میکنم و هر دوتا رو به این صورت میشه ببینید بند های دیگه دوم و سوم مال اون قسمتی که به بدن چسبیده هست برای این قسمت هست که حالا کامل بهتون نشون میدم در انتها به چه صورتی میشه خب خب این قسمت ها این دوتا بند به اون دست به پایین دسته ها دوخته میشه به این خب اینجا هم که بهتون گفتم فوم پلاست وسط قرار میگیره این رو روی هم میاریم از بالا و پایین کناره ها وسط قرار میگیره و این رو با یه سوزن دو تا سوزن بهش بزنید که فیکس چه زیر چخت کن نخوره این حدود مثلا نیم سانت روی هم قرار میگیره خیلی نمی کشیم پارچه ها رو که روی هم بیاد پس از بالا شروع میکنیم به سمت پایین بالا دوخت نداره پایین اون سمت رو ما دوخت زدیم خب الان میریم یه دور از روی این قسمت بند میدوزیم به این صورت آروم آروم هدایت میکنید هل نمیدید پاچتون رو آروم آروم چون اینجا فوم هم هست یه مقدار زخامت پیدا کرده را خداگاه آروم میاریم و فام مواظب باشیم که جمع نشه خب ادامه یه کارمون رو انجام میدیم و دوختمون تا جایی میاد که فوم پلاس تموم میشه یعنی دقیقا جایی که فوم هست ما دو دور رفت و برگشت میدوزیم که دیگه تموم بشه و به بقیه کار الان من رو اضافه تر دوختم این رو من میشکافم دقیق باید بالاتر باشه شما اینها رو لحاظ بکنید من یه موقع هایی مخصوصا یه کارایی میکنم که شما اگر تو کار دیدید اینها رو اصلا تعجب نکنید بالاخره پیش میاد توی کار با قیچی یه مقدارش رو میشکافم یا با حالا اگر که دم دستتون بشکاف هست از بشکاف استفاده کنید میبریم بالاتر و دوباره رفت و برگشت میزنیم بهش پس دقیقا تا سر فاممون ما دوخت میکنیم یعنی تا انتهای فام دیگه در حقیقت خب الان من این کار رو انجام دادم بریم مرحله بعدی کار برای قسمت پایین دسته یک پشتی که قراره به اون قراره حالا مثلا سگک بهش و از و اینا این هست قسمتی که گفتم بهتون دوخت شده نیم سانت. اینجا آزاده میایم چه کار میکنیم؟ میایم از این سگک ها رو اینم بگم که جایی که ما دوخت شده روی کار جایی هستش که میشه به سمت روی ما و کول بچه یا شونه بچه رو اذیت نکنه اون قسمتی که درز نداره فقط رو دوزی شده میشه داخل به سمت داخل و جایی هستش که رو شونه قرار میگیره ببینید من این رو میذارم داخل کارم حالا یک سانت و نیم دو سانت از اون نوار باید بیرون باشه این قسمت رو با دستم دیدید کاغذ کادو میکنیم چی جوری کادو میکنیم مثل کاغذ کادو تا کردن از همون جایی که فوممون شروع میشه اینا رو میاریم روی هم با دستمون بازی بازی میکنیم و روی هم قرارش میده و میدید دقیقا نیا کانی من نمونه کارو که دوختم ببینید به این صورت ما یه رو دوزیم میکنیم به این شکل ببینید پایینش جمع میکنیم پایین رو به اندازه همون بند کول پشتی بند کوله پشتی نباید داخلش جمع بشه ببینید به این صورت من اینا رو روی هم میارم و بند رو هم داخلش قرار میدم این شکلی این قسمت رو باید قشنگ حوصله کنید و با حوصله انجام بدید من اینجا چند با چون جلوی دوربینم هست یه خورده سخت میشه کار من چند بار باز, باز کردم دیدم به دلم نمیشینه و دوباره جمع کردم در نهایت ما یه رودوزی از روی کارمون میریم و از روی درزم میریم ببین از اون وسط هم یکی دو دور میریم